ماهی موجودیه که با کمترین آلودگی میمیره و مرگ اون یه زنگ خطریه برای سایر موجودات زنده که انسان رو هم شامل میشه. در نتیجه برای من کندن ماهی، ماهی هایی که خلاف جهت آب شنا میکنن، در واقع سعی و کوشش برای زنده موندن و به نوعی یادآوری حیاتیه که از کف رفته. هنر اگر در گذشته‌های دور یک کالای فاخر بود، یک پدیده‌ای بود که از منظر فقط زیبا بودن یک اثر اهمیت داشت، برای من اینه که خیلی از آثار که حتی مربوط به ویرانه‌ها یا از بین رفتن یا زوال طبیعت، من سعی میکنم مخاطبم رو متقاعد کنم اینو توی گالری و نگارخونه بیاد ببینه و حتی اونا رو بخره. این نوع استفاده از هنر نه تنها ما رو با گذشته دور پیوند میده، بلکه نگرانی های ما رو نسبت به آینده‌ای که در پیش داریم ابراز میداره. یه جور آشتیه، آشتی که بین در واقع سنت هامون وجود داره و بین جهان مدرنی که ما داریم توی زندگی میکنیم. بر من فوق العاده با ارزشه که در واقع تلفیق هایی که هستش همه به این سمت و سو داره میره که ما رو به تفکر دوباره، یه تفکر دوباره دعوت میکنه. که شاید واقعا کار استاد یه طوری خیلی خوبه که یک مقداری این انگیزه رو ایجاد میکنه که یک مقدار ما بیشتر توجه بکنیم به محیط اطرافمون، به آثار باستانی که هستش، و اینکه خیلی ساده از کنار این چیزا نگذاریم دیگه. یعنی محیط طبیعت، حالا هر چی که هست، در واقع سنگ و طبیعت، گل و گیاه، واقعا با همشون یه ارتباط خیلی خوبی برقرار بکنیم. یعنی یه طور این که واقعا این سنگ بی جان نیست، درش حس هست و نوع نگاه ماست که اونو زنده میکنه.